نیروی هوایی در خصوص پهپاد پیشرفت‌های بسیار خوب و چشمگیر داشته. ما پهپادامون از بعد شناسایی وارد فاز تاکتیکی کردیم. تمامی پهپادهایی که داریم همه اونها را تجهیز کردیم به مهمات و موشک‌ها و بمب‌هایی که توسط وزارت دفاع ساخته شده. تمام موشک‌ها و بمب‌های راهبردی که ما می‌تونیم اهداف از فاصله دور مورد اصابت قرار بدیم. پهپادی که کمان 12 ما پهپادی هست که طراحی ساخت و تجهیز آن توسط خود نیروی هوایی کارکنان نیروی هوایی انجام شده و همچنین پهپاد کمان 22 یک پهپاد پهن پیکر ما هست که میتونه پیلود بسیار بالایی داشته باشه. الان در فاز تست های پروازی است که بسیار موفق نامیز بوده و ما در آینده نزدیک از این پهپاد در رزمایش ها استفاده خواهیم کرد. از ویژگی های این پهباد مهاجر شش اینه که مأموریت شما هم میتونه با موشک الماس انجام بده و هم میتونه با بمب قائم انجام بده. در مجموع پهباد از جمله جنگ افزارهای سرنوشتات در جنگ های آینده هست. در همین جنگ قره‌باغ هم که شاهد بودین که نقش پهباد نقش اثر بخش و بی‌نظیری بود. این پهپاد در نوع خودش شاید بگم در دنیا بی‌نظیر باشه. این یک پرسه‌زن بسیار قویه، یعنی یک شکارچی پرسه‌زن رادارگریز با سرعت بسیار بالا و یک سامانه جستجوگر بسیار پیشرفته که میتونه هم به صورت پرواز جمع هم به صورت انفرادی در فضای جنگ‌های آینده ضمن پرسه‌زنی در محیط نبرد اهدافی را که بهش میدن هم اهداف ثابت و هم اهداف متحرک را در قصر زمان مورد تهاجم قرار بده. امروز هم خوشبختانه بالاترین تعداد پهپادهایی که در شناسایی، در تهاجم، در شناسایی با رزم چه در شب، چه در روز و در تمام اقلیم بتونن مورد برابرداری قرار بگیرن در نیروی زمینی متمرکز هست با ساختاری وسیع در 5 منطقه عملیاتی که نیروی زمینی پیش بینی کرد. Thank you.
این سامانه موشکی موبایل تازه مود شده بود اومده بود ما میرد بشه 55 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